هزار و یک شب. چون شب 493 برآمد، گفت ای ملک جوان، فرشته گفت رگ‌های زمین در دست من است. بلوغیا گفت آیا خدای تعالی زمینی به جز این زمین معهود آفریده؟ فرشته گفت آری، خدای تعالی را زمینی است که عرض بیضا نام دارد و ساکنان آن زمین همه فرشتگانند و اکل و شرب ایشان تسبیح و تقدیس پروردگار و صلوات بر محمد علیه السلام است و هر شب جمعه بدین کوه بیایند و تا صبحگاهان پرستش پروردگار کنند و ثواب آن تسبیح و تقدیس به گناهکاران امت محمد علیه السلام هدیت نمایند، خاصه به کسی که غسل جمعه به جا آورد و آن فرشتگان را تا روز رستخیز کار همین است. آنگاه بلوغیا از آن فرشته سوال کرد که آیا خدای تعالی در پشت کوه قاف نیز کوهی آفریده است یا نه؟ فرشته گفت آری، در پشت کوه قاف کوهی است که بلندی او 500 سال راه است و او را از برف و تگرگ آفرید. همان کوه گرمی دوزخ از دنیا باز داشته، وگرنه دنیا از گرمی دوزخ بسوزد و در پشت کوه قاف 1000 زمین است که هر یک از آنها 40 برابر این زمین است و پاره ای از آنها از سیم است و پاره ای از یاقوت است و هر یکی از آن زمین ها رنگی جداگانه دارد و خدای تعالی را در آن زمین فرشتگانند که ایشان را کاری جز تسبیح و تقدیس و تحلیل و تکبیر نیست و پیوسته پروردگار را به آمرزیدن امت محمد علیه السلام همی خوانند و آن فرشتگان نه حوا شناسند و نه آدم و نه روز شناسند و نه شب. و ای بلوغیا، بدان که زمین ها 7 طبقه اند، در روی هم و خدای تعالی فرشته ای آفریده که صفت او و بزرگی او را جز خدای تعالی کسی نمی داند و آن فرشته 7 زمین را به دوش برداشته و در زیر آن فرشته سنگی آفریده و در زیر آن سنگ گاو و ماهی آفریده و در زیر آن ماهی دریاییست بزرگ و خدای تعالی عیسی علیه السلام را بر آن ماهی آگاه کرده در وقتی که عیسی علیه السلام گفت پروردگار آن ماهی را به من بنمای تا او را نظاره کنم. آنگاه خدای تعالی فرشته‌ای فرمود که عیسی را به سوی آن ماهی برد تا او را نظاره کند. پس فرشته عیسی علیه السلام را برداشته برد و به او گفت ای عیسی به ماهی نظر کن. عیسی به ماهی نظر کرد. سر آن ماهی مانند برق به عیسی علیه السلام بگذشت. عیسی از وحشت بی خود افتاد. چون به خود آمد وحی از خدای تعالی در رسید. یا عیسی، آیا ماهی را دیدی و طول و عرض او را دانستی یا نه؟ عیسی علیه السلام جواب داد خداوندا، به عزت و جلال تو سوگند که من ماهی ندیدم، ولیکن پرتوی بزرگ چون برق بر من بگذشت که بزرگی او 3 روز مسافت بود و ندانم که آن نور چیست. آنچه بر تو گذشت آن سر یک ماهی بود که من هر روز 40 ماهی بدانسان بیافرینم و همه آن ماهیان در چاشت آن ماهی که زمین بر دوش اوست صرف کنم. بلوغیا چون این سخن بشنید از قدرت خدای تعالی در عجب شد. پس از آن بلوغیا از فرشته سوال کرد که خدای تعالی زیر آن دریا چه آفرید؟ فرشته گفت خدای تعالی در زیر آن دریا هوا آفریده و در زیر هوا آتش آفریده و در زیر آتش
ماری بزرگ آفریده که نام او فلق است و اگر مار از پروردگار هراس نکند همه آن چیزها که در روی اوست به یک دفعه فرو برد. چون قصه به دینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. قصه گو شهرزاد فتوحی، تنظیم مجتبی میرسمیعی.